برنامه پیش رو ادامه میدم. در بخش پایانی برنامه قبل اشاراتی کردم به دو مفهوم انسانشناسی یا آنتروپولوژی. باید توجه داشته باشید که من این مسئله رو، یعنی شناخت و تعریف انسانشناسی رو یا آنتروپولوژی رو، از این بابت ضروری دانستم مطرح کنم که در متن این آموزه‌های برنامه‌ها یا این برنامه‌های ایران مدرنیته بدون تردید برای کار فکری ما و حتی کار فکری سیاسی ما، برای کسانی که در فعالیت اجتماعی و سیاسی هستند و امروز عرصه جامعه ایران رو در پهنه بسیار وسیعی فرا گرفته، به ضرورت البته درک و فهم این انسانشناسی بسیار ضروری است. توجه داشته باشید، بسیار ضروری است. من این ویژگی ها رو در برنامه امروز شروع می کنم. البته یادداشتهایی دارم انجام دادم که در ذهنم هم است که نکات کلیدی این مفهوم انسانشناسی رو برای شما باز کنم و البته این رو شما بیشتر می توانید مورد دقت و نظر قرار بدید. باید مورد دقت قرار بگیره. صرفاً اهل فکر و نظر در مسائل روزمره اجتماعی یا فرهنگی یا سیاسی نباید حبس بشن. باید قدری ذهنها رو تعمیق بخشید، به ژرفاها برد، دقت داشت. با چون و چرا ما می توانیم راه‌های مطلوبتر و مؤثرتری رو برای گذر از این تیرگی مطلقی که 44 سال بر این سرزمین و 1400 سال بر این کشور حاکمه از سرمون، بلکه من اطمینان ندارم ولی امیدوارم، ناامید نیستم. من اگر اطمینان نمیتوانم بگویم دارم یا ندارم، این کلمه مهملیه به نظر من. یعنی کسی میتونه بگه آقا من مطمئنم چنین چیزی در 5 سال و 10 سال آینده میشه یا نمیشه. ما اصلا نمیدونیم، به دلیل اینکه واکنش آدم ها ناگهان خیزش هایی ممکنه در توده از وجه نظری و نه عملی، دقت کنید، از وجه نظری ممکنه پیدا بشه، بنابراین ما نمیتونیم بگیم. ولی این امید همواره هست، چون جامعه ایران یه جامعه زنده است، چند نسل با چند نحو نگاه متفاوت در اون دارن زندگی میکنن. بنابراین هر کدوم از این نسل ها، نسل هایی که گذشته است و رو به پایانند، بینششون هم رو به زواله، به دلیل اینکه نسل های نوین بینش دیگری رو دارن جانشین می کنن. و جالب اینه که من این مطلبی رو که در پایان برنامه قبلش اشاره کردم به امروز میخوام شروع کنم، اینو بازش کنم و نکاتی رو برای شما توضیح بدم، دقیقا مسئله همین چند نسلی است که میخواهد از این تاریخ فرهنگی
تیره البته، تاریخ فرهنگی تاریک البته، تاریخ فرهنگی زنجیرها البته، تاریخ فرهنگی برده پرور البته عبور کنه، ذهنها رو میتوانه از جنبه هایی گشوده بکنه. یعنی بی ارتباط با واقعیت چیزی که میخوام مطرح بکنم یا حتی در برنامه های پیش نیز مطرح کردم، بی ارتباط با اون چه که در سرزمین ما امروز میگذره نداره، مستقیم اتفاقا ارتباط داره. حالا نکاتی رو اشاره میکنم، ویژگی های این انسانشناسی دوگانه رو برای شما توضیح میدم و متوجه میشید. ببینید، در برابر ما، بعد این رو هم پیشتر اشاره بکنم قبل از اینکه وارد مطلب بشم، اصلا توجه داشته باشیم که جدال 100 ساله دوره تجدد ما جدال همین انسانشناسی بوده، انسانشناسی دوگانه. بنابراین در برابر ما دو تعریف انسان قرار داره. یعنی ما نزدیک به 100 سال با این دو تعریف انسان یا انسانشناسی کوشیدیم. از یکی از این دو دفاع بکنیم و دیگری رو از عرصه بیرون کنیم. حالا میرسیم، آرام آرام میریم جلو و من سعی میکنم در هر نکته‌ای مکسای لازم رو بکنم تا در ذهن شنونده خوب مطلب بشینه، خوب بشینه. یعنی وقتی که بیشتر دقت کنید، تأمل کنید، پرسش بکنید روی اجزای این نکاتی که دارم توضیح میدم، اون موقع متوجه میشید که چرا بسیاری از آموزه هایی که ما از مکتب های فکری مغرب زمین نوین آموختیم ثمر واقعی برای ما نداشته. نه تنها ثمری نداشته، ما اصلا متوجه نشدیم که مسئله ما نحوی از تبیین همون آموزه هایی که از معارف مغرب زمینی به دست آوردیم نیست و نبوده. من پراکنده چون نباید بکنم سخنم رو تا بتونم روی خود موضوع بیستم، بنابراین از این آنچه که باز ما دوچار خطاها شدیم اصلا فعلا صرف نظر میکنم و مطلب رو که یادداشتایی روش، نکاتی رو که روش یادداشت کردم، گام به گام میرم جلو. ببینید، پس در برابر ما، ما در یا ما، مای ایرانی در برابر دو تعریف انسان قرار داریم. خیلی ساده. یک، نخست، انسان در تعریف اسلامیشه. ریشه این تعریف انسان در بینش اسلامی ریشش در نگاه بیبلیکه، یعنی یهودیه، یعنی کتاب مقدسه. چون نگاه اسلام که مبتنی بر قرآنه جدا از نگاه بیبلیک نیست، همونه. خب، یک، پس انسان، تعریف انسان، نقش انسان، معنای انسان، هر کدوم از اینا رو میخوایید در نظر بگیرید، در تعریف اسلامی چیه؟ یعنی در تعریف اسلامی چیه؟ اینه که انسان مخلوق خداونده. یک. دو، خداوند برای
انسان نقشی در نظر گرفته، او رو ایجاد کرده برای ایفای این نقش. اینکه بنا انسان بنا بر اراده خداوند برای او طرحی از زیست به طور عام، زیست به طور عام به وجود اومده. چرا به طور عام؟ چون برای انسان خداوند دو نوع زیست رو رقم زده، یک زیست زمینیشه، دیگری بعد از مرگشه که زندگی بعد از مرگه. حالا حداقل ما مکس میکنیم روی زیست زمینیش. خداوند برای انسان، نکته اول اینه که برای انسان و زیست زمینی او طرحی رو ایجاد کرده. زندگی این جهانی، زندگی این جهانی بعدش هم برای زندگی ابدی. نقش اصلی انسان، دقت کنیم، این نکته ای که دارم اشاره می کنم یکی از کانونهای انسانشناسی دینی یا همون بیبلیک و معالن اسلامیه. نقش اصلی انسان پرستش خداونده. این نقش اصلیشه. اصلا برای این آیات مکرر و متعددی در قرآن هست که انسان رو خداوند آفریده، الله آفریده تا او رو بپرسته. بعد اطاعت مطلق از اراده خداوند، خواست خداوند و فرامین اوست. این فرامین که مجموعه ضوابط شریعت رو به وجود میاره، یعنی شریعت رو به وجود میاره در اسلام، این فرامین به واسطه پیامبری یا پیامبران به انسانها ابلاغ میشه و در بینش اسلامی از جانب پیامبر اسلام که محمد باشه. پس وظیفه دوم انسان بعد از پرستش اطاعت مطلق و بیچون و چرا از خواستای الهی، فرامین الهی، برنامه ایست که خداوند برای انسانها تعیین کرده یا انسان تعیین کرده که از جانب پیامبر یا پیامبران به او ابلاغ میشه. اون چیه؟ اون شریعته. خیلی ساده، چیزیست که کلیت دین رو تشکیل میده. حالا در این انسان شناسی انسان، دقت کنید، به این ترتیب وقتی که خداوند این گروه رو می آفرینه، سرنوشتش رو هم تعیین میکنه و تعیین میکنه که چه باید در این جهان بکنه و چگونه زندگی کنه و غیره و غیره، در این انسان شناسی انسان نکته اولی که ما بهش میرسیم اینه: فاقد کامل آزادی عمل. یک، آزادی عمل نداره، نمیتوانه هر گونه که میخواهد عمل کند، حتی هر گونه که میخواهد قوای ادراکی شروع کار ببره.
آزادی انسان مطلق سلبه، به کارگیری و عمل قوای ادراکی او بسیار محدوده، نمیتوانه در جستجوی شناخت لوازم زیست زمینی خودش آنگونه که خود به او به اونها آگاه میشه یا ضروری میبینه بپردازه. این مسئله بسیار کلیدیه در بینش اسلامی، انسانشناسی اسلامی و نقش انسان مسلمان. چرا چنینه؟ زیرا الله و رسولش چنان که اشاره کردم پیشتر آنچرا که انسان باید انجام بده برای او تعیین کرده. بنابراین اصلا دیگه جایی وجود نداره، اصلا ضرورتی وجود نداره که آدمی به خودش زحمت بده، کوشش کنه تا زیست معمول خود رو رقم بزنه. دستشو میذاره روی هم، راحت زندگیش میکنه، سرشو میندازه پایین. اطاعت محض و مطلق از اراده خدا. این چند نکته ای که اشاره کردم یا ویژگی بنیانی ترین عناصر انسانشناسی یا آنتروپولوژی اسلامی و دینی. البته باز دینی در مفهوم بیبلیک کلمه، که البته در هر سه دین یکتاپرست، اسلام و یهود و مسیحیت و اسلام، اشتراکات پایه‌ای دارن، البته اختلافات که حالا اصلا نه مورد گفتگوی ماست و نه ضرورتی وجود داره. در این انسانشناسی چند چیز، اما در این انسانشناسی چند چیز برای انسان کامل غایبه. دقت کنید، کامل غایبه. اینها رو در ذهنتون داشته باشید. من بارها و بارها گفتم، قبل از که ادامه بدم این نکته رو باز یادآوری میکنم، آنچه را که من در این برنامه ها تهیه میکنم و اونها رو عرضه میکنم هر هفته برای شما به مدت 24-5 دقیقه توضیح میدم، نه سخنرانی، یک آموزشای ساده هم نیست. نکاتی رو من سعی میکنم در این دقایق محدود واقعا به صورت تلگرافی برای شما توضیح بدم که هر کدوم از اینها مستلزم بررسی های بسیار وسیعه، ولی همینقدر برای شما اشاره می کنم تا در ذهنهاتون بیاندیشید و بر اونها مکس کنید و بر پایه اون جنبه ها کار فکری اگر خواستید انجام بدید. بنابراین همین چند ویژگی رو که در انسانشناسی اسلامی ببین که یا دینی برای شما توضیح دادم قابل بررسی های بیشتره. حالا در این انسان شناسی چند چیز شاخص برای انسان کامل قایبه. یک، آزادی. کامل قایبه. دو، فقدان کامل خردورزی. نمونه هاشو در مثنوی مولوی و در اندیشه مولوی به شما نشون دادم. حالا متوجه میشید چرا من مولوی رو مطرح کردم. من مولوی رو مطرح نکردم تا او رو نقد کنم. خیر، خواستم بگم در نگاه
شیره ترین قله های اندیشه ورزی اسلامی که اندیشه توش نبوده، ضدیت کامل و مطلق با تفکر بوده. این بوده. حالا متوجه میشید که چرا از سال 1308 شمسی فلسفه مثلا بخشی از دانش فلسفی مغرب زمینی وارد عالم فرهنگی ایران میشه، در دانشگاه وارد میشه، در دارالمعلمین عالی اون روز و بعد 1314 به بعد دانشگاه تهران، و هرگز و هرگز یک کلمه دقیقا فلسفه به ایرانی ها آموخته نمیشه. چراشو میفهمید؟ چرا از دل این کوشش های به اصطلاح آموزش عقلانیت انجمن فلسفه سلطنتی با ریاست حسین نصر دایر میشه و به ضدیت کامل و سرکوب کامل عقلانیت میرسه؟ پس در این انسان شناسی چند چیز شاخصه. اول آزادیه، دقت کنید. دوم فقدان خردورزی و بکارگیری قوای ادراکی. اما برای چی؟ من میدونم، من وقتی میگم بکارگیری قوای ادراکی فاقد در این فرهنگ، خیلی ها ممکنه بگن نه آقا، یعنی چه؟ ابن سینا هست، نمیدونم فارابی بوده، ملا صدرا هست، سبزواری هست و ده ها از این نام ها رو. بله، قوای ادراکی رو ازش استفاده کردن، ولی بسیار کاتگوریک، مشخص و اوریانته شده، یعنی جهت گرفته برای اثبات همون مبانی ثابت یا دوگمه‌های مطلق دینی. یعنی اول اثبات خداوند. برای اینه. نمیخوام حالا اصلا خارج شم از سوژه، وارد حوزه‌های دیگه تحلیل بشم. بنابراین در این انسان شناسی یک بار دیگه تکرار میکنم چه چیزهایی کامل غایب. کامل غایبه. اول آزادیه، دوم فقدان خردورزی در بکار گرفتن قوای ادراکی انسان برای تنظیم زندگی خیش و اداره امور زیست فردی و جمعیش. این آیه آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه صراحتا همین نکته رو به نوعی دیگر فرموله کرده، که من چند بار در همین برنامه ها به مناسبت اشاره کردم یا در گفتارهای دیگری که داشتم. گفته آقا مجلس به معنی یک پارلمان باید باشه، ولی این برای چیه؟ برای تنظیم قانون نیست، قانون نوشته شده. اصلا شما چی کاره اید که قانون بذارید؟ خب یعنی چی؟ پارلمان یا مجلس برای تهیه قانون نباید وجود داشته باشه و نیست در عالم اسلامی، که دقیقا این حرف و 100% درسته، که در بینش اسلامی همچین چیزی نیست. فقدان کامل بکارگیری توانایی های شعوری انسان برای تنظیم زندگی روزمره، این وجود نداره. قبلا این کار اتفاق افتاده، الله همه رو تعیین کرد. سوم، تغییر یا تحول بنیادی در سلوک و شیوه های زیست طبیعی انسان ها از آغاز تا ابد، تا
پایان جهان تعیین شده و آدمی اصلا حق دخالت نداره. چون وقتم به پایانه در همین مقطع تموم میکنم و ادامهش رو البته با اشاراتی به برنامه امروز در برنامه بعد ادامه میدم. فعلا همین و تا بعد و مرسی.